در رابطه با مسئله انتخابات ما سعی میکنیم مسئله انتخابات رو پوشش بدیم تا اونجایی که امکان داره. شما رو در جریان دیدگاه ها و بررسی هایی که در رابطه با انتخابات میشه قرار بدیم. در همین رابطه هم از دوست عزیز و گرامیمون دعوت کردیم که با ما باشن. این دوست عزیز من آقای آزاد مرادیان هستن. آقای مرادیان، من درود میفرستم به شما. صدای من داریم؟ درود خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو پیام. امیدوارم در هر جا که هستید موفق و معید باشید. قربان شما، خیلی ممنون. امیدواریم که شما هم موفق باشین. من سپاسگزارم از اینکه به هر حال دعوت ما رو پذیرفتین و وقتتون رو دادین. لطف شما رو می‌رسونه، در خدمتتون هست. خواهش میکنم. مسئله در واقع انتخابات هست و همونطور که خود شما میدونین 8 نفر از در واقع فیلتر شورای نگهبان گذشتند. خبرساز بودن این موضوع، مسئله حذف رفسنجانی و رحیم مشایی، دو کاندیدی که فکر میکردن حادثه ساز و مسئله ساز بشن، الان مسئله در واقع اصلاح طلبان و احتمالاً شاید نماینده ای از جناح احمدی نژاد جاشون خالیه. خبری از احمدی نژاد تا حالا ما نشنیدیم. رفسنجانی فقط یک گلایه کرده، صحبت خاصی نکرده در این رابطه. به هر حال خود شما بهتر از من در جریان این اخبار هستین. نظرتون چیه شما؟ به هر حال این موضوع رو چجوری بررسی میکنید تا بعد یه مقدار مسئله رو بیشتر باز بکنید؟ ببینید، من در مقدمه خدمت عرض کنم که هم من خودم و هم به عنوان دبیر کمیته کردهای مقیم امریکا و امریکا شمالی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، اساسا نظر ما تحریم انتخابات هستش. اینو خدمتتون بگم که علاوه همه این گروه بندی هایی که در داخل ایران شکل گرفته و این تب و برها شوری که به اصطلاح خودشون حکومت جمهوری اسلامی برای انتخابات را انداخته، ما معتقد، ما که در خارج از کشور هستیم، این رو اشاره کنم، ما معتقد به این نیستیم که این انتخابات مسیری رو در مسیر حالا تحول یا ایجاد تحول در ایران به وجود بیاره. ولی با این حال کسانی که در داخل ایران هستن و خب ما هم به عنوان بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور معتقد هستیم که فضای خاصی رو این انتخابات به وجود میاره که میشه از این فضا در جهت روشنگری و حتی در جهت مبارزه با سیاست‌های ضد ملی جمهوری اسلامی به کار ببریم. برای همینم خب تحلیل و نظر خودمون رو برای این مسائل داریم. خود این بحث شورای نگهبان و فیلتری که شما بهش اشاره کردید، خب این یکی از اون شیوه های به نظر من ضد دموکراسی و ضد آزادی هستش که از بد و تأسیس جمهوری اسلامی بوده. اینکه ما معتقد به این هستیم نه فضا برای انتخاب افراد واجد شرایط آماده بوده و نه افراد واجد شرایط هم در این شرایط در ایران امکان این رو دارن که خودشون رو انتخاب کنن و مردم هم در یه شرایط آزاد این افراد رو انتخاب کنن. علی رغم همه این مسائلی که خدمتون گفتم، در هر صورت این شورای نگهبان 8 نفر رو انتخاب کرده و 2 نفر از کسانی رو که انتظار می‌رفت به هر حال مسبب یه تحولاتی در این جمهوری اسلامی باشن، بخصوص در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و حل مسائلی که جمهوری اسلامی ایران با غرب داره و بخصوص با اتحاد با امریکا داره، این 2 نفر در این زمینه ها قول مساعد داده بودن که اینا میتونن تحولی رو ایجاد کنن. با حذف این 2 نفر و موندن 8 نفری که شما اشاره کردید، خود این 8 نفر هم جای سوال دارن. یعنی نزدیکی این افراد، 3 نفر از این افراد به همدیگه، یعنی سیاستشون در یه زمینه های به همدیگه نزدیک هستش، مثلا از آقای ولایتی و آقای حداد عادل و حتی آقای قالیباف، اینا در زمینه های به همدیگه نزدیک هستن. خود آقای جلیلی که در این سالها و در این چند سال اخیر در عنوان مسئول شورای امنیت ملی و
کسی که نزدیکترین ارتباط رو با آقای خامنه‌ای داشته در مباحثات بر سر سیاست اتمی ایران، این از جبهه پایداری معتقد به این هست که ایشون هم میتونه تأثیر داشته باشه در سیاست خارجی. یعنی هول و هوش اصلی افرادی که اگه شما نگاه کنید در این 8 نفر برجستگی خودشون رو ایجاد تحول در سیاست خارجی ذکر کردن. آقای غرضی خب در یه زمینه های چه در بحث سیاست نفت و چه در بحث ارتباطاتی که با کشورهای دیگه داشته، ایشون هم معتقد هستن که اولویتشون این هستش که این وضعیت محاصره اقتصادی رو بتونن تحولی درش ایجاد بکنن و بحث محاصره اقتصادی هم بدون ارتباط با کشورهای غربی و مذاکرات با کشورهای غربی قابل حل نیستش. آقای ولایتی هم چه این توانمندی رو ظاهرن در خودشون سراغ دارن و ایشون هم به این معتقد هستن که راه برون رفت از بحرانی که جمهوری اسلامی با آن مواجه هستش بدون نزدیکی به غرب و بدون نزدیکی به کشورهایی که مصاحب به قول خود اونا این محاصره اقتصادی بودن امکان پذیر نیستش. در هر صورت من عرض کردم من که معتقدم این انتخابات یک انتخابات آزاد نیستش و جمهوری اسلامی اساساً توان ایجاد یک سیستم باز و یک سیستم آزاد رو برای انتخابات و برای ایجاد دموکراسی در ایران نداره، ولی اگه ما این فضایی رو که ایجاد شده یه فضای مناسب در نظر بگیریم، میتونیم از این اختلافاتی که بین این افراد هستش میشه استفاده کرد برای ایجاد روشنگری بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران که به نظر من در این 33 سال دشمنی و ضدیت خودش رو با دموکراسی و با حقوق بشر به اثبات رسونده. بسیار عالی، توضیح به هر حال مبسوطی بود، خیلی ممنون. من چند سوال رو در ذهن من ایجاد کرد، شاید بشه دونه دونه به اونا اشاره کرد. از جمله که شما اشاره کردین خوان تحریم هستین و از این امکاناتی که به هر حال این فضایی که ایجاد شده و این مردم استفاده بکنن، خیلی ها اینو به عنوان در واقع تحریم فعال اس گذاشتن. استراتژی شما، برنامه عمل شما چیه؟ چه میتونید دستاوردی رو یا پیشنهادی رو به مردم بدین بگین آقا تحریمش میکنیم ولی مثلا این کار رو بکنید؟ آیا چیزی دارین آماده که به هر حال به عنوان عمل کرد و راهکار در واقع مطرح کرد برای این استراتژی شما؟ ببین همینطور که خدمتتون عرض کردم، ما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور اساساً در یک بافت و در یک زمینه دیگه داریم با موضوع انتخابات برخورد میکنیم و ما معترض به انتخابات هستیم. یعنی به نظر من هیچ کدوم از فعالین سیاسی خارج از کشور این افراد دشمنی با انتخابات ندارن و در این حال ما معتقد به این هستیم که یکی از شاخصهای دموکراسی و شاخصهای توسعه ایجاد انتخابات هستش و حضور مردم و مشارکت مردم در این قدرت سیاسی که در جامعه قرار به وجود بیاد. ولی در این حال هم خدمتون گفتم هیچ کدوم از ساختارهای جمهوری اسلامی، یعنی از قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفته، از سیستم رهبری و ولایت فقیه گرفته، تقسیم قوا در جمهوری اسلامی، در هیچ کدوم از اینها عملا مردم نقشی ندارن و در این حال هم که سیاست های شاید اقتصادی جمهوری اسلامی و سیاست هایی که به صورتی با بخش زحمتکش و محروم جامعه در ارتباط هستش، حاکمیت با فروش نفت و با در اختیار گرفتن همه و شاید دستاوردهای اقتصادی کشور عملا مردم رو در اختیار خودش قرار داده. سیستم آموزشی در اختیار جمهوری اسلامی هستش، سیستم کاری کشور در اختیار جمهوری اسلامی هستش و مردم احتیاج به جمهوری اسلامی دارن برای کارشون، برای برها تحصیلشون، برای مناسبات اجتماعی که در جامعه قرار برقرار بکنن و به این صورت هستش که ما در کشورهای غربی ظاهراً به این صورت هستش که سیستم حکومتی احتیاج به مردم داره، یعنی مردم هم رأی میدن و مردم هم از
از مسئولین سیاسی کشور هم خواستار این هستن که نظراتشون به کرسی بنشونن. برعکس در داخل ایران ما این سیاست رو داریم که مردم احتیاج به سیاست مداران دارن، چون پول در اختیار حاکمیت هستش و حاکمیت میتونه مردم رو در جهتی که میخواد سوق بده. این هستش که بحث تحریم رو موقعی که ما مطرح میکنیم به نظر من اساساً با بحث خارج از کشور و اپوزیسیون خارج از کشور هستش. ولی در عرصه میدانی موقعی که شما وارد داخل کشور میشید، ما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور به نظر من نیروی متشکلی رو در داخل کشور نداریم و شاید تنها در مناطق کردستان باشه که احزاب سیاسی کرد، حالا با هر دیدگاهی که شما به اون نگاه کنید، تنها این احزاب هستن که هنوز ساختارهای تشکیلاتی خودشون رو به گونه‌ای در داخل کشور نشون دادن، در خصوص در مناطق کردنشین غرب کشور نشون دادن و این رو دارن و نشونم دادن که هر موقعی از مردم خواستن، مردم حالا کم یا زیاد پاسخی به خواسته اونا دادن. بحث تحریم فعال رو که این بحث رو سالها پیش همین دوستانی که در عرصه میدانی بیشتر فعال هستن مطرح کردن، این هستش که این موضوع در اختیار خود مردم هستش. مردمی که قرار هستش که مهر داخل شناسنامه‌شون رو فردا به عنوان دلیلی برای گرفتن کوپن غذا یا بنزینشون مطرح بکنن، قرار همین مهر رو موقعی که به بخش اعتقادی و بخش برها باوریشون در انتخاب یا گزینش تحصیلیشون مراجعه میکنن باید نشون بدن. کسی که ازدواج میکنه میخواد جهیزیش رو بگیره، باید این مهر رو نشون بده تا بتونه از این امکانات استفاده کنه. وامی میخواد بگیره. یعنی این مایی که در خارج کشور هستیم با خیلی از این مشکلات مواجه نیستیم. در نتیجه این بحث برمیگرده به خود مردم که خود مردم چه سیستمی رو میخوان برای این موضوع در نظر بگیرن. آیا رأی منفی که اینا دارن میدن و یا رأی سفیدی که این میدن، خود اینا یک شکل از به نظر من نافرمانی مدنی هستش که مردم میتونن در نظر بگیرن. بخش دوم این هستش که آیا رأی دادن یا رأی ندادن اونا چه نقشی در زندگی اونا داره، بازم برمیگرده به خود همین مردم. بخش فعال یا به اسلام فعال بودن تحریم رو در ایجاد تظاهرات یا نشست‌ها یا اعتصاباتی هستش که مردم در این شرایط میتونن به اون دست پیدا بکنن. یعنی الان شرایط طوری هستش که با جانبداری از یکی از این کسایی که به هر حال انتخاب شدن از فیلتر شورای نگهبان، میشه به عنوان دشمنی با یکی از اون افراد دیگه در نظر گرفت و اینم به نظر من مردم تونستن در طی این چند سال چنین کاری رو انجام بدن. خود مردم میدونن که آقای رفسنجانی مسبب تحول خاصی نخواهد شد، ولی موقعی که رفسنجانی میتونه حضورش به عنوان دهن کجی به آقای خامنه‌ای باشه، مردم از این دارن استفاده میکنن. این شیوه نافرمانی مدنی رو به نظر من چون نه تشکیلاتی وجود داره و نه عملا هم یک تشکیلاتی لازم داره برای نافرمانی مدنی، ولی حرکت‌های خودجوش رو مردم ما به نظر من میتونن انتخاب کنن و این بستگی به شرایط خاص ایران و شرایط خاص منطقه‌ای هر منطقه از ایران داره. حالا این سوالی که الان ایجاد میشه این که وقتی که مردم به هر دلیلی، حالا دلیلشون بستگی به خودشون داره، برن پای صندوق‌ها و اینکه به کی هم رأی بدن باز به خودشون مربوطه، ولی وقتی که این رو به عنوان یک راهکار مطرح آدم بکنه، به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال در موقعیتی هست که داره به مردم چیز میده، به هر حال یک سری رهنمود میده که چه کار بکنن برای آینده بهتر اونها داره مبارزه میکنه، آیا فکر نمیکنید این عمل خودش به نفع جمهوری اسلامیه؟ چرا که چیزی که الان شاید زندگی جمهوری اسلامی رو بتونه حفظ بکنه، من حداقل فکر میکنم تمام این بازی ها برای اینه که خامنه‌ای بتونه اون سلطه خودش رو حفظ بکنه، اون مهندسی که ایجاد کرده که بتونه حداقل با غرب در واقع مسئله سوریه رو حل بکنه، مشکلات خودش رو حل بکنه، مسئله اتمی رو حل بکنه. برای همین هم هست احتمالاً
این تعداد در اومدن بیرون و شاید سعید جلیلی یکی از بهترین مهره‌ها باشه. در صورت برای این بازی مهندسی رهبری حضور مردم خیلی مهمه، برای اون شاید اصلا اهمیت نداشته باشه که یکی بره و ناسزا در برگ رای بنویسه و بفرسته، همین که صندوق ها مردم در صف باشن و اون فیلم برداری کنن و مشروعیت خودش رو از این زمینه چیز بکنه به هر حال نشون بده. به نظر شما این گونه رهنمود دادن و ول کردن این موضوع در اختیار خود مردم که آره شما این مشکلات رو دارید، این مسئله هست، خودتون برید تصمیم بگیرید، آیا کمکی به مردم میکنه یا اینکه در واقع مستقیما به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد یا حداقل تک ادوانتج بکنید ازش سوء استفاده بکنید؟ ببین همین که خدمتتون عرض کردم، معتقد به این نیستم که در این سیستم یه سیستم آزاد و دموکراتی هستش و مردم با حضورشون در انتخابات میتونن نقش اساسی در آینده کشور داشته باشن، ولی مردم هم وارد یه بازی های میشن و در این بازی ها میتونن اونا هم نقش یک بازیگر رو داشته باشن. مشکل ما این هست که ما در خارج کشور هستیم. خیلی از این سیستم رو عرض کردم، ما موقعی که میدیم به واقع کسی که داریم انتخاب میکنیم با نماینده خودمون در به داخل حالا سیستم اجرایی امریکا هستیم و بعد هم خیلی صدامون بلند هستش، میگیم ما رأی دادیم و ما ترس دادیم و از شما میخوام که در اون زمینه‌هایی که شما دادید برای ما. بله، ارتباط ما با آقای مرادیان دوباره برقرار شد. شرمنده جناب مرادیان، ارتباط نمیدونم به هر دلیلی قطع شد، داشتی صحبتتون ادامه میدادید، گوش میکنیم. من اصلا خدمتون که از زاویه اپوزیسیون خارج از کشور کاملا متفاوت هست دیدگاه ما با داخل کشور. بحث اساسی در داخل کشور این هست که مردم در تورم لجام گسیختهی که الان وجود داره، بحث گرانی که وجود داره، این بحث رو اگه مردم فکر میکنن میتونن نقشی داشته باشن با حضورشون در انتخابات، خود این نقش رو مردم دارن خودشون میپذیرن. این که ما از مردم میخوام که نافرمانی مدنی رو انجام بدن، شاید بخشی از این نافرمانی مدنی برای مردم این باشه که با انتخاب یکی از این افراد میتونه قدرت سیاسی و نظامی و سلطه آقای خامنه ای رو کمتر بکنه. خب این مردم خودشون حق این انتخاب رو دارن، ولی این که بحث روشنگری هستش که شمای به عنوان انتخاب کننده میتونید مشروعیت ببخشید به نظام، مردم دیگه اون موقع دست خودشون هستش. ما هنوز یه تشکلی در داخل ایران نداریم که اگه داشتیم قطعا این مسئله رو به هواداران خودمون در داخل کشور میگفتیم که شما حضور پیدا نکنید در این انتخابات، بیایید و این افراد و شهری مشخص این افراد رو برای مردم مشخص بکنید، نقش این افراد رو در ایجاد این نابسامانی هایی که در مملکت وجود داره برای مردم مشخص کنید. به واقع شما این 8 نفری که از این فیلتر عبور کردن، هر کدوم از این 8 نفر مصاحب همه این بدبختی ها و ناراحتی هایی هست که مردم در داخل ایران دارن، یعنی از آقای رضایی گرفته، از آقای ولایتی گرفته، ولایتی با سیاست های غلط خارجی که جمهوری اسلامی در این 33 سال داشته، این نقش داشته که الان ما در موقعیتی قرار گرفتیم که ایران در انزوای سیاسی در منطقه و در سطح جهان قرار گرفته. آقای رضایی به عنوان نقشی که ایشون در ادامه جنگ داشتن و در سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی داشتن در منطقه، هر کدوم از این افراد رو شما اگه بخواید صحبت بکنید، خود این آقای جلیلی که شما از ایشون اسم بردید، ما الان نزدیک 5 سال هستش که ایشون در این نشست ها شرکت میکنه و تونسته وقت رو به صورتی ایشون تلف کنن که نهایت به جای رسیدیم که دولت های غربی تن دادن به این موضوع که ایران رو در یه محاصره اقتصادی قرار بدن و خود بحث ایجاد جنگ رو روی برحال میز مذاکرات هنوز منتفی شده ندونن. همه این افراد نقش داشتن در این وضعیتی که در مملکت ایران به وجود اومده و مردم، و اگه ما کسی رو در داخل ایران داشته باشیم قطعا این باید این موضوع برای مردم روشن کنن. ولی اینکه مردم در این شرایط از کردم فکر کنن که یکی از این افراد میتونه با تضعیف قدرت آقای خامنه ای فضایی رو در کشور ایجاد کنه که مردم صداشون رو بیشتر به گوش مسئولین برسونن، خب قطعا مردم هستن که انتخاب میکنن کجا باید حضور پیدا کنن. منم به این معتقد نیستم که همه این افراد یک دست و یک شکل و یک
نوع تفکر و یک نوع برنامه‌ای رو برای آینده ایران دارن. ولی در نهایت اینا، چون همه اینا موقعی که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن، یعنی معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستن که یک قانون اساسی ضد حقوق بشر و ضد دموکراسی هستش، اینا معتقد به ولی فقیه هستن که ولی فقیه اساسا با اون معیارهای فکری ما و به نظر من معیار فکری مردم ایران هم که یه فردی همه تصمیمات مملکت رو در اختیارش داشته باشه نمیخونه. خب همه این 8 نفر به این معتقد هستن. با این حال این بحث شما در میان پلیسین خارج کشور هم مطرح هستش، این که ما با کلمه تحریم کردن یعنی خودمون رو عملا کشیدیم کنار و در یه فضای قرار گرفتیم که به مردم میگیم که دیگه خودتون میخواد هر کاری بخواد بکنید، این نظر ما هستش. ولی این بحث فعال بودن تحریم فعال رو به این مفهوم هستش که ما در عرصه میدانی داریم این پیشنهادات رو میدیم که این فضا یه فضای بازی هستش، اینا دارن همدیگر رو روشنگری میکنن و این روشنگری که اینا دارن انجام میدن و فضای شفافی که اینا به قول خودشون دارن به وجود میارن، اون فضایی هستش که شما میتونید از اون استفاده کنید. بحث دیگه هم بحث رأی سفید رو، این چه مردم بخوان رأی سفید بدن چه رأی غیر سفید بدن، جمهوری اسلامی اون چیزی که ازش میخواد در میاره. خود آقای احمدی نژاد اگه خاطرتون باشه بحثی رو مطرح کرده بودن که اگر آقای مشایی نباشه من همه این اطلاعاتی که در اختیارم هست و از جمله این که در انتخابات قبلی شما اومدید رأی اضافی به حساب من ریختید و تقلب کردید رو در اختیار مردم قرار میدم. این یه بخشی از اون موضوع هست که جمهوری اسلامی میتونه، حالا چه رأی سفید باشه چه رأی غیر سفید، اون کسی که میخواد از این انتخابات بکشه بیرون. این موضوع این هست که اگه مردم بتونن با همدیگه این فکر رو داشته باشن که ما میریم به خاطر مهر روی شناسنامه‌مون ما رأی سفید رو میدیم، خود این که مردم رأی سفید دادن، یا حالا من یادم از زمانی که ایران بودم رأی به خانم گوگوش میدادن، نمیدونم رأی به یکی از خواننده‌های معروف لس آنجلسی میدادن، ولی حداقل این موضوع رو پخش میکردن که مردم اعتباری برای انتخابات ندارن و مردم تنها برای این مهری که مجبور هستن در این شرایط که در این شرایط که درش قرار گرفتن بخوان چنین وضعیتی رو برای خودشون ایجاد کنن که کمترین مشکلات رو به جون خودشون بکشن. حالا در پایان زیادم نمیخوام وقتتون رو بگیرم، آیا به نظر شما ما شاهد یک اتفاقات عجیب غریبی خواهیم بود یا اینکه این انتخابات به شکل اون چیزی که مهندسی شده از رهبریت پیش میره و منتخب در میاد بیرون؟ از احمدی نژاد هیچ خبری نیست، از برحال اصلاح طلبان هم سکوت کردن، آیا به نظر شما این به همین شکل ادامه خواهد پیدا کرد یا اینکه کارهای عجیب غریبی صورت میگیره و یا شاید عارف یا روحانی بتونن نمایندگان تا چه توانایی این رو داشته باشن برن اصلاح طلبان پشت این دو نماینده و کارشون رو کنن؟ اگه بتونن خلاصه بتونن یه توضیح بدین خوشحال میشم. به نظر من رهبران کنونی ایران این حالا بینش و دوراندیشی رو ندارن که فردی رو انتخاب کنن که اون فرد یه فرد اصلاح طلب باشه، یعنی معتقد باشه که در زمینه سیاست خارجی و در زمینه سیاست داخلی اصلاحاتی رو در این نظام انجام بده. به نظر من این دوراندیشی رو من نمیبینم و این دوراندیشی در این افرادی هم که از اون فیلتر رد شدن نمیبینم. این که آقای رفسنجانی و کسایی که در پشت سر آقای رفسنجانی قرار گرفتن بخوان از این جنگ بین رفسنجانی و خامنه ای انتخاب کنن، این رو به نظر من این همین هفته‌ای که در پیش رو داریم تنها هفته‌ای هستش که آقای رفسنجانی میتونه به هر حال یه خوری نشون بده تو این تحولات. آقای احمدی نژاد هم که کورکوری زیاد خوندن، اگه آقای احمدی نژاد بتونن از شرایطی که ایجاد کردن و از ارتباطی که با مردم برقرار کردن و قولایی که به مردم دادن و همینطور ارتباطایی که با نیروی نظامی برقرار کردن بتونن از این استفاده کنن، قطعا میتونه ایجاد یه تحولی رو در مملکت ایجاد بکنه. ولی این خیلی گذرا هستش، یعنی مردم این درماندگی آموخته شده رو، یعنی واقعا در این 33 سال مردم اگه تحولی رو میتونستن ایجاد کنن در سالهای اول، الان به جای رسیدن که منشأ تحولی نخواهند بود. و به نظر من اینا در بین این افراد شاید کسایی رو که حالا در سطح منطق مرکزی مثل آقای قالیباف که با اینکه این صحبتایی که کردن خواستن یه
خودشون رو به بسیج بیشتر نشون بدن و نزدیکتر نشون بدن، یا صحبت‌های دیگه‌ای که امثال آقای جلیلی کردن که دارن خودشون رو با نیروی سپاه و نیروی بسیج نزدیک میکنن، همه اینا یه فضای مهندسی رو نشون میده که نیروهای نظامی و بخص سپاه پاسداران دارن بیشترین قدرت رو در این ارتباط دارن نشون میدن و خود سپاه پاسداران به عنوان نیروی نظامی و اهرم نظامی خامنه‌ای در این تحولات اومدن وارد این موضوع شدن. این که سپاه پاسداران چه کسی رو در این میان میخواد انتخاب کنه به نظر من نقش بیشتری داره. یعنی آقای اگه شما در این چند روز گذشتم به صحبتهای جلیلی و صحبتهای قالیباف و همینطور آقای غرازی هم که من دیشب بحثاشو در تلویزیون ایران میدیدم، همه اینا به صورتی میخوان نشون بدن که به بسیج و به سپاه پاسداران نزدیک هستن و در دوران جنگ اینا بیشترین خدمات رو تونستن به ارتش و به سپاه و به بسیج بدن. یعنی این چیزی که الان مردم دارن روش فکر میکنن این هستش که در این جنگ بین این افراد و سپاه پاسداران و نیروی نظامی چه کسی میتونه بیشترین به هر حال توافق این نیروها رو به طرف خودش جلب کنه. اگه تحولی در این دو هفته یک و دو هفته آینده انجام برسه، تحولی هست که قرار آقای رفسنجانی و آقای احمدی نژاد به وجود بیارن. اگه اینا نتونن ارتباط با بسیج و سپاه رو برای خودشون ایجاد کنن، به نظر من اینا هم نمیتونن تحولی رو در این انتخابات به وجود بیارن. و شاید این که کسی رو اسم ببریم اینجا، من چون معتقد به این انتخابات نیستم و هیچ کدوم از این افراد رو اساسا قبول ندارم، ولی اون کسی که انتخاب میشه قطعا از دو نیرو باید بهره مند باشه، یکی از ارتباط خودش با سپاه پاسداران و بسیج مطمئن باشه و دیگری هم از این جواب مثبت و برگ سبزی که آقای خامنه ای در اختیار اون قرار داده. بسیار ممنون از شما، متشکر از وقتی که به ما دادین. به هر حال میبخشید که صبح خیلی زودم بیدارتون کردیم. اگر صحبتی در پایان دارید گوش میکنیم و اگر نه دستتون رو به گرمی میفشاریم. متشکرم از تماستون و روز خوبی رو براتون در کانادا آرزو میکنم. متشکر، شاد و پیروز باشید.